دلار دولتی ته کشید. این موضوع را روزنامه شرق در شماره روز چهارشنبه خود عنوان کرده و در این زمینه نوشته عرضه در بازار ارز توان پاسخگویی به تقاضا را ندارد و مهمتر از همه اینکه در بازار رسمی اصولاً دلاری وجود ندارد، به طوری که رئیس یکی از شعب بانک ملت به همین روزنامه گفته عرضه محدود دلار تنها به خرید چند نفر محدود می شود. این در حالی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه روز سه‌شنبه دستور داد که ارز مورد نیاز مسافران به خصوص زائران حج به سرعت در اختیار آنها قرار گیرد. جمشید اسدی، کارشناس و استاد اقتصاد در فرانسه، در زمینه وضعیت موجود بازار ارز ایران به صدای آمریکا گفت: تقاضای آزادانه مردم برای دلار به شدت بالا رفته است. چرا بالا رفته؟ چون به ریال اعتماد ندارند. در شرایط عادی باید دولت بتواند پول نفت رو که داده است بخشش رو به صورت دلار وارد کنه و به هر کی بگوید که چقدر میخواید من به این دلار رو میدم. اما با کمبود دلار کشور مواجهه، چون برداشت بیرویه بوده از صندوق توسعه ملی. محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران، اوایل هفته جاری اعلام کرد اختلاف قیمت دلار دولتی و آزاد میتواند چندین برابر سوء استفاده اخیر بانکی پول باد آورده نصیب دلالان کند. به گفته وی 4000 میلیارد تومان رانت در بازار دلار وجود دارد. با افزایش نرخ دلار به 1273 تومان روز چهارشنبه رانت هر دلار به 207 تومان رسید. رانت یعنی در این، یعنی این که توی بانک به طور مصنوعی قیمت دلار پایین‌تره، از در بانک که اومده بیرون قیمت به مراتب رفته بالاتر. این که چه کسی میتونه به قیمت پایین‌تر دولتی بخره، همون رانت خارانن، همون کسایی هم که توی شبکه قدرتن. داریوش قنبری، عضو کمیسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان زیر مجموعه وی را فاقد صلاحیت برای اداره این نهاد پولی دانست که باعث آشفتگی در بازار پولی، مالی و ارزی ایران شده است. سیاست بانک مرکزی سیاست مستقلی از دولت نیست که آقای قنبری مقصر و آقای بهمنی میدونن. اسم این آقای بهمنی و بانک مرکزی این هست که مسئول سیاست‌های پولی و مالی کشور. متاسفانه از اول جمهوری اسلامی و به ویژه در زمان آقای احمدی نژاد بانک مرکزی هیچ استقلالی سوا از دولت نداره. در حالی که بر اساس تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول، ریال ضعیف ترین پول جهان در برابر دلار است، در این میان خبر آنلاین با انتشار بریده ای از روزنامه توقیف شده بامداد از دلار 7 تومانی سال 57 به عنوان خاطره یاد کرده است. وفا زربهاری، صدای آمریکا.